گفتم چی؟ مانی من نو پرابلم. فکرم تو پول بود. آره. همش تو فیلم هستا بفهم. آره بذارین پشت صحنه. این چه رنگیه؟ What color is this? اون چه رنگیه؟ What color is that? I'm drinking. حالا اینقدر شما بگو تا حالا شما بگم. I drink. Okay. The first. دومی. The second. سومی. اولی معلم. سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم که خیلی خیلی خوب باشین و میدونم که ما رو دارید همراهی میکنید. رسیدیم به تقریبا اواخر فصل دوم دیگه. شما و مردم من سلام مجدد دارم خدمت همگی، ادامه میدیم و در خدمتتون هستم. مرسی. مردم بچه ها تو کامنت گفتن چقدر شما نکته میگید. دوباره تو کامنت بچه ها نوشته بودن که نه، اینی که شما میگید آقا آمریکا یا انگلیسی یا تونتون صحبت میکنن، نه خیرم اینجور نیست. یا این چی؟ بابا ما ایرانی هم داریم که تونتون حرف میزنیم. خدا من چقدر جالب. چه اشکالی داره حالا یکی تند حرف میزنه یکی آروم حرف میزنه؟ مهم اینه که درست حرف میزنه و کلماتو نمیخوره به اصطلاح. اصلا خود تند صحبت کردن یه تکنیکه به نظر من. آفرین. و آدمهای باهوش تند حرف میزنن. یاد ریانشه مثل عادل فردوسی پور که این روزا جاش به شدت خالی. حالا ریانشه بله اونایی که تند صحبت میکنن ثابت شده واقعا و تحقیقات نشون داده کجا بله. نمیدونم نه واقعا تحقیقات شده و آدمایی که تند صحبت میکنن آدمای باهوشی ان چون دایره افکارشون خیلی وسیعه چون زیاده برای همون تون هست. چقدر جالب. و اینکه یه ذره هندونه بزنیم اینجوری برای آره اصلا نه همه واقعا باهوشن. شما همین پرستیوی خودمون رو که تماشا کنید، ما یه شبکه انگلیسی زبانم تو رادیو داریم. آره دوستانی که زیاد رانندگی میکنن خانم زیغنی حتما تو رادیو مطمئنن این شبکه رو پیدا کنید. یادم نیست ولی میتونید سرچ کنید پیدا کنید. شبکه ایرانی انگلیسی هم صحبت میکنن، ایشون خیلی ترتمیز و گوش کنید. علاوه بر اون پرستیوی رو شما گوش کنید میبینید که خب چقدر تونتون دارن صحبت میکنن. کسی آروم نمیاد اونجا صحبت آروم صحبت کنی یا به صورت آموزشی طوری که شما متوجه بشین واقعا. نه اون زندگیشون رو دارن میکنن، تونتون صحبت میکنن، اخبارها رو تفسیر میکنن، توضیح میدن، بقای روز رو بازگو میکنن و خیلی هم سریع اتفاق میفته. پرستیوی رو نگاه کنید بعد متوجه میشید این سریع صحبت کردن چقدر تاثیر میذاره روی انگلیسی خود شما. خب بریم سر اصلا. بریم سر اصلا. جلسه پیش مرور داشتیم. این جلسه یه چند تا درس هایلایت های ادامه فصل دوم و تا تقریبا اواخر فصل دوم رو با هم مرور میکنیم. بعد یه مقدار سویش میکنیم انگلیسی، اینا رو میبریم توی قالب انگلیسی. آماده این؟ خب همه میدونیم وقت وقت اینقدر تو خیلی دیگه سعی گفتم وقت زمان time وقت رفتنه time to go به همین سادگی وقت صحبت کردنه time to speak وقت بازی کردنه time to play خیلی هم ساختار پرکاربردیه وقت نوشیدن حالا واقعا جدا time to drink واقعا وقت نوشیدنه وقت شکلات خوردنه time to eat chocolate مرسی این خیلی مهمه بچه‌ها قشنگ دقت کنید الان نمیدونم هست یا نه تراول چک بود تراول چک میدونیم فارسیش چی میشه تو بوتا کم گفتم چک مسافرتی پس مسافرت travel حالا قشنگ دقت کنیم چهار میخواستم بگم چهار اول اصلی نه این چهار جهت رو داشتیم شمال north جنوب south شرق من شما شرق east غرب west اوکی میگم فیلم های وسترن فیلم های غربی حالا خیلی ساده است به شمال سفر کردن travel north مرسی حالا به جنوب سفر کردن travel south مرسی به غرب سفر کردن travel west من میخوام به شمال سفر کنم I want to travel north خب توی تروبوتا که گفتم توی فصل اولم خیلی تکرار کردم که اصلا اینی که من لغت بلد باشم که قطعا خیلی خوبه اما این هم خوب نیست که من کلی لغت بلد باشم هم ازشون استفاده نکنم ولی بالعکس تعداد لغت کمی بلد باشم با بذارت کمی گیری ساعت کنم آفرین مثل همین جمله بیل از این جمله یک سرنخ بگیریم همون اتفاقی که تو بوتا که مدام داره میفته از چه جمله من میخوام سفر کنم به شمال خب از همین سرنخ بگه میخوام سفر کنم به شمال چون مثلا خانواده من شمال زندگی میکنن من عاشق مثلا گیلانم گیلان خوشگل زیباست و همین اوکی با یک جمله ساده من میخوام یک داستانی رو شروع کنم حالا شما بگین do you want to travel north? Yes, I want to travel north because my family lives in north. Offering. And I love north. مثلا من گیلان رو دوست دارم. گیلان قشنگ سرسبز سرسبز که گیلان خودمونه. Very green and beautiful and
اوکی به همین سادگی. اوکی ببینید من مطمئنم 100% این جملات رو متوجه شدید. حالا شاید پیش خودتون تصور پیشو من چرا نمیتونم بگم، میتونید بگید، فقط اینا رو به هم متصل کنید به همین سادگی، بیکاز دلیل پشت سر هم بیارید اینا رو به هم متصل کنید. اینم بگم ها، یه چیزا نمیخوام بدجنس بشم، اما بذار بدجنس بشم که تو اتاق من توضیح دادم چطوری ایده هاتون رو به هم متصل کنید. خب قاعدتا وقتی که شما در ایده هاتون رو به هم وصل میکنید، خب به یک سری جملات و عبارات میرسید که یا یادتون نمیاد انگلیسیشو یا اصلا بلد نیستین. چیکار کنیم؟ بذار من اینجا نگم، تو تور بوتا که گفتم که چطور زمانی که لغتی رو بلد نیستیم یا عبارتی رو بلد نیستیم یا جمله بلد نیستیم گیریم خودمون عذاب بکشیم بیرون. اوکی بذار اینجا نگم. اینجا پس سفر کردن travel، خود سفر trip of fine، به سفر رفتن go on a trip. بچه ها این خیلی مهمه ها، go on a trip. من میخوام برم مسافرت، I want to go on a trip. مرسی. حالا اون خانمه میخواد بره مسافرت، she wants to go on a trip. اجازه بدید از همین جمله ساده یه داستان بکشیم ببینید چجوری. بذارید من به شما سرنخ توی فارسی میدم. خیلی جالبه، من تنها کاری که اینجا دارم میکنم اینه که به شما سرنخ تو فارسی میدم و شما جملاتو به من متصل میکنید. من میخوام برم به مسافرت چون سرم خیلی شلوغه، اکترسم، دوباره همون داستان ها رو تکرار میکنید، چون اکترسم خیلی بیزی ام، پروژه کار میکنم، آخر هفته ها اینجوری ام اونجوری ام، به خاطر همین میخوام برم مسافرت. آماده؟ از همین شروع میکنیم. من میخوام برم مسافرت، برگشت شما بگی. I want to go on a trip because I have shooting in north. آفرین. I want to act in a movie. Uh-huh, you want to act in a movie. Yes, and I'm very happy about that because north of Iran is very beautiful, is green. Is very funny. Oh, funny. And مردمش friendly and yes, it has friendly people. باریکالله. I love their food. باریکالله. Because I have fun in north. مرسی. به همین سادگی. پس دیدید یه کوچولو واقعا سر سوزن خلاقیت میخواد، از همین جملات ساده شما یک داستان در بیارید. اوکی من بعدش هم میگم و یکی از اون دابل اچ کوشن های معروف، چه رنگی؟ What color؟ اینو نگارش داریم. یادم میاد توی اواخر ویدیو قبلی یاد گرفتیم که چطوری کوتاه کوتاه تیکه تیکه جملات رو بسازی و یک نهایتاً یک سوال کامل از توش در بیاد. یه مثال بزنم یادتون بیاد اگه یادتون نیست. من I می نوشم drink چای tea. من چای می نوشم I drink tea. آفرین، این با تون سواله. حالا کلاسیکش بخوام بکنیم با دو داست چی میشه؟ Do I آفرین بگی Do I drink tea. باری کلا. حالا چقدر چای می خورم من؟ How much tea I drink. یه چیزش جا مونده، میس کردین. How much tea Do I drink? ام نمیخواد که اتفاقا خوب بچه ها میبینن. ببین ام میشه بودن دیگه. How much tea am I drink? خب ام آی درینک میشه من هستم مینوشم. نه. خب ببین فعل اصلیمون چیه تو این سوال؟ Drink. آفرین. پس فعل اصلیمون چیه تو این سوال؟ Drink. کلوبان میاد کنم چند تا دوربینه. اونجا؟ آه اونجا. اوکی. نوشیدن؟ Drink. اوکی. من مینوشم؟ I drink. خب من نمینوشم؟ I'm not drink. اینجوری منفی میتونی؟ I don't drink. آها. یادتون باشه اگه یه زمانی تو جمله ساختن اسخای میکنم، توی سوال ساختن یادتون نیمد که ای وای الان با چی باید این سوالیش کنم، خیلی سوال از شما اونو منفیش کنید. حالا اگه توی جملتون شما افعال to be رو داشتید مثل am I are، خب به همون نات بدیم. توی جمله من می نوشم ما am I are داریم؟ نه. خب پس چرا من توی سوالی کردنش بعد از ام استفاده کنم؟ نیازی نیست. من می نوشم I drink. نمی نوشم I don't drink. آفاین. پس نمی نوشم I don't drink. یادتون باشه اصلا همگی با هم بیاد بگیم I'm not drink. اگه من بگم I'm not drink جمله میشه I'm not، من نیستم drink، من نیستم نمی نوشم. آره دیگه I'm جور در نمیاد. ببینی I don't drink. تمام شد. پس یاد باشه اما ایزاری بلدم ها، میدونم علکی عدد در میارم. بچه ها تست کنیم میدونم. خب من می نوشم I'm drink. حالا اینقدر شما بگو تا من اشتباه بگم I drink. اوکی حالا اینقدر میگی که بزنم به تیرک دروازه. می نوشم نمی نوشم. اوکی پس قاعدتا برای سوال پرسیدن برای همین دو استفاده کنیم. آیه سوال بپرسم، شارژر آیفون دارین؟ شارژر آیفون دارین؟ اینو می‌ذارین تو شارژ؟
دیگه ببخشید. این همش تو فیلم هستا بفهم. آره بذارین پشت صحنه. ادوان جلوی صحنه. جلوی صحنه من اینجوری گفتم. جلوی صحنه فیلم بردار داشت با تلفن بلند بلند حرف می‌زد. آره خسته نباشین واقعا همینگی. اون خانومه مینوشه. She drinks. آفرین. حالا من فیش کنم نمینوشه. She doesn't drink. آفرین. حالا می‌خوام سوالی بپرسم آیا اون خانومه مینوشه؟ Does she drink? چون جور در نمیشه. آیا او هست مینوشه که جور در نمیشه. حالا اون خانومه مینوشه؟ Does she drink? باریکلا. حالا چقدر آب؟ How much money? چقدر آب؟ How much? Water. آفرین. گفتم چی؟ Money. No problem. فکرم تو پول بود. آره. چقدر آب مینوشه اون خانومه؟ How much water does she drink? پس اینجوری سوال ساختیم. یادتون میاد؟ حالا میخوام یه دابل کوشن دیگر رو با هم بسازیم. رنگو که میدونیم. رنگ؟ Color. مرسی. چه رنگی؟ What color. این what color اینجا نگهش داریم فعلا. اوکی. داشتیم دیگه این و اون. این. This. اون. That. حالا. اینها. These. اونها. Those. همه همون میدونیم. This و that برای خب مفرده. These and those برای جمع. Yeah. اوکی تا اینجا. خب. حالا خیلی سالس بچه ها اینو باید حفظش کنیم توی توبوتا که هم گفتم اینو بزن همینجا قالبی حفظش کنیم دستان بهش نزنیم اوکی که خیال خودمون راحت کنیم آقا این چه رنگیه What color is this? اون چه رنگیه What color is that? مرسی اینا چه رنگی هن What color are these? مرسی اونا چه رنگی هن What color are those? اوه اوه این چقدر مهمه قشنگ گوش کنید من یه بار دیگه تاکید کنم اینا اون چی میشن که بریم سراغ مرحله بعد خیلی مهمه این This, اون that. قشنگ گوش کنین مثلا رفتیم مغازه اوکی میخوایم جنسی انتخاب کنیم یا لباسی انتخاب کنیم جوراب پیره هرچی این یکی اون یکی خیلی هم اتفاقا تو فارسی پرکاربره این یکی This one یادی باشه این یکی This one اون یکی That one این یکی This one اون یکی That one این یکی ها These ones آفرین اون یکی ها Those ones آفرین قشنگ دقت کنین ببین این یکی This one بزرگه The big one بزرگها The big ones سیاهه The black one سیاها The black ones آفرین خب خوشگل میشه beautiful درسته خوشگله the beautiful one خوشگلا The beautiful ones خوشگلا باید درس بخونه The beautiful ones The beautiful ones have to study آفرین خب حالا ارزون چیپ ارزونه the cheap one آفرین ارزون ها the cheap ones اینا کجا به دردتون میخوره همه جا خصوصا زمانی که میرید خرید اوکی حالا تو مغازه هستین میخواد جنس رو انتخاب کنید دست بذارید رون من یه باری خودم تکرار کنم این یکی ببین این اون اینا اونا این یکی اون یکی ثروتمندها this the rich one آفرین the rich ones آفرین This ones. Oh, fine. This one or that one. These ones and those ones. The black one, the black ones. The rich one, the rich ones. Siyaha, the black ones. Okay? Un siyaha, albatte. Those black ones. Okay? Yeah, the black ones. Okay? Nukte ba'di. Oh. Inam begam. Kudumu jambe baladani. Kudum? Which one? Oh, fine. Kudum yeki? Which one? کدوم یکی ها؟ Which ones؟ آفرین. اینو نگهش دارم. کدوم یکی؟ Which one؟ کدوم یکی ها؟ Which ones؟ حالا دقت کنین. شما؟ Who you؟ نه. میخوام تک تک خونه چینی کنیم. این بلاک ها رو پشت سرم. آفرین. شما؟ You. دوست داری؟ Like. دوست داری؟ Do you like؟ آفرین. یه بار دیگه دوست داری؟ Do you like؟ حالا اون تیکه سواله بود نگهش داشته بودیم. الان میاریم میذاریم کناریم. کدوم یکی رو دوست داری؟ Which one do you like? تمام شد. کدوم یکی ها رو دوست داری؟ Which one do you likes? چرا از این من؟ چرا فول زدین؟ نه دیگه which ones بعد بگید اون که نمیتونه اسم بگیره. Which ones do you like? مرسی. من انتخاب میکنم؟ I choose. آیا من انتخاب میکنم؟ Do am I choose? چرا؟ چی؟ همین میگم همیشه بودن. Do I choose? آفرین. انتخاب میکنم؟ Do I choose? آفرین. کدوم یکی رو انتخاب میکنم؟ Which one do I choose? کدوم یکی ها رو انتخاب میکنم؟ Which ones do I choose? مرسی. نکته بعدی. بچه‌ها، یک و دو سه همه بلدن. حالا میخوام چی رو تکرار کنم؟ اولین و دومین و سومین. اولین First one.
اولین the first دومین second یادون باشه بچه ها ده هم داره اولین the first دومین the second سومین the third اولین معلم the first teacher آفرین بچه اون ده حیاتی باید باشه از من دومین معلم the second teacher سومین معلم the third teacher. مرسی. نکته دیگه که داشتیم تو توربو تاکا فصل دوم این بود قبل از وسایل نقلیه بای میاریم با اتوبوس بای باس اینا رو بلدیم این خیلی مهمه پای پیاده on my foot مای نمیخواد پای پیاده یا همون خط 11 خودمون میرم سر کار on foot I go to work برکل. I go to work on foot یا I walk to work فرق نمی کنه حالا این خیلی مهمه اگه باشید if you are بوری کرد اگه من باشم if am I چرا سوالی if I am آها خیلی مهمه بچه یادداشت کنید لطفا اگه ترافیک باشه if there is traffic اگه ترافیک نباشه if there is not traffic مرسی اگه آلودگی باشه if there is a smoke اگه آلودگی نباشه if there isn't smoke خب اگه موافق باشید این ماجرای آینده و این که اصلا تو انگلیسی چیکار میکنه و چطوری ساخته میشه چطوری منفی میشه و چطوری تو جملات مختلف استفاده میشه بذاریم واسه ویدیو بعد اگه موافق باشید اوکی بسیار مرسی که دوباره به سمت زحمت کشیدین و تایم گذاشتین خواهش میکنم مرسی که همراه ما بودید